به نام خداوند سلام تقدیم میکنم بر همه هموطنانی که فعلا بیننده ما هستند از طریق صفحات اجتماعی و همچنان یوتیوب ژورنالیسم رنا. آرزو میکنم هر جای هستین جور و صحتمند سر حال باشین و دور از گزند روزگار در امان باشین. باز هم به ویژه برنامه‌ای که ما فعلا امروز اختصاص گرفتیم خوش آمدین، صفا ورین و آرزو میکنم که تا لحظات پایانی ما را همراهی بکنین. امروز باز هم خواستیم که دانشکده ژورنالیسم دانشگاه رنا بیشتر به معرفی بگیریم و یک از دیپارتمنت های دانشکده ژورنالیسم خواستیم برتون معرفی بگیریم. البته دیپارتمنت ارتباطات هست و ایزایی که علاقمندی دارن میخواین که این بخش انتخاب بکنن و ادامه بتن با ما همراه باشین. خب در آغاز برنامه از استاد سعید نایل ابراهیمی عامل دیپارتمنت ای حوزه میخواییم بر ما بیشتر معلومات بتن که خود ارتباطات چقدر میتونه که حائز اهمیت باشه در روزنامه نگاری. سلام عرض ادب خدمت شما حاضرین بیننده برنامه تان. معمولا رشته های تحصیلی در تمام دانشگاه ها بر اساس نیاز بازار، نیاز جامعه شکل میگیره. ارتباطات جمعی یکی از رشته های نوین در افغانستان است که دانشگاه رنا هم از سال 1393 به این طرف ایجاد کرده. ای با مجوز رسمی وزارت تحصیلات عالی در پی ارائه خدمات است. مسیر دولتداری پس از 2001 در افغانستان زمانی که عوض می شود رنگ دیگری می گره، اصطلاح و مقوله حکومتداری خوب در افغانستان جا باز می کنه و در اولویت برنامه کاری حکومت قرار می گره. برای توسعه حکومتداری یکی از پیش شرط های اساسی تقویت نهادهای روابط عمومی بود. در کنار ادارات دولتی پس از 2001 سکتورهای خصوصی شکل میگیره. در سکتورهای خصوصی و ادارات دولتی ما نهادهای روابط عمومی داریم که بخشای سخنگویی دارن، بخشای نویسندگی دارن، بخشای نشرات دارن، بخشای پژوهش و ویراستاری دارن. به همین خاطر ارتباطات جمعی جزو دانش نوین سکی اوزاره در خودش داره. ما دانشجویی که از این ارتباطات جمعی دانشگاه رنا و جامعه تقدیم میکنیم تلاش میکنیم که با دانش روی کرده های نوین و مهارت های ارتباطی اینا آماده شوند بتانند در نهادهای روابط عمومی که اونا حیثیت چشم و چراغ نهادها را دارن اونا میتانند بر راحتی کلیدی توسعه و پیشرفت در ادارات در اختیارشان داشته باشند. چون ادارات برنامه های تدوین شده و پلان های استراتژیک که دارن برای تقویت نهادهاشان، اینا در هجرای برنامه های سازمان ها میتونن نقش مفید و مؤثر بازی بکنن. بله زنده باشین. خب میشه شما بپرسین که شما به عنوان کسی که در این دانشکده درس خواندین و تحصیل یافتین میشه برامو بگوین که موجودیت ارتباطات در دانشکده ژورنالیسم حالی که هست و همگی انتخاب میکنن این دیپارتمنت را به نظرتون در جامعه موجودیتش چقدر میتونه که مؤثر و ضروری باشه؟ سلامون نیکه هیل تاسو وړاندې کوم، ګران استاد وړاندې کوم، په بحث کې ګډون والته وړاندې کوم او تاسو لیدون کې وړاندې کوم. ګورې که چیرته موږ نن ورځ وګورو اړیکې د دې باعث کېږي چې موږ پرمختګ وکړو او هر نهاد هغوی ځان ته یو بخش لري چې هغه د اړیکو مربوط کېږي. هلته به کې لیکوالان وي، بعض ریابوي برخه لري او د تبلیغاتو برخه لري. نو د استاد هم پرې خبرې وکړل، د دې په تاریخچې خبرې وکړې چې دا کله افغانستان ته راغلل او څومره اهمیت لري. زه دا وایم چې که چیرته هر نهاد یا هر بنسټ غواړي چې هغه مخکې لاړ شي، هغه پرمختګ وکوي، نو هغه دې ته ضرورت لري، هغه اړتیا لري چې هغوی په ټولنه کې ښې اړیکې ولري، د خپلو سازمانونو سره ښې اړیکې ولري، بخصوص په خپل خپل نهاد کې ښې اړیکې ولري. نو دغه رشته چې دلته منځته راغلې ده او یا هم ځینې نهاد تحصیلي نهادونه دغه رشته په پوهنځی درس ورکوي، نو دا د دې اهمیت هم دا ده چې هغه څوک چې غواړي چې ښې اړیکې ولري، هغه بنسټونه چې غواړي چې ښې اړیکې ولري، دلته دوی تخصصي قدر ته ضرورت لري چې هغه دم د غزینه دغه محصلین چې په دغه برخه کې زده کړې کوي، نو دوی دي چې هغه بنسټونو ته چې هلته ځي، نو هلته دوی د دې باعث کېږي، د دې علت کېږي چې هغه بنسټ د نورو بنسټونو سره ښې اړیکې ولري، هغوی وکولی شي پرمختګ وکوي. نو په ټولیزه کې که موږ وګوایو، اړیکې د انسان د ژوند پورې اړه لري. نو که هغه موږ که چېرته غواړو چې موږ توصیه وکوو، موږ پرمختګ وکړو، موږ
باندې لاړ شو نو موږ باید په هره برخه کې ښې اړیکې ولرو او همدغه اړیکې دي همدغه ضرورت ده چې دغسې یو سیستم منځته راغلی ده. یو بل که چېرته موږ وګورو نړیوالو هیوادونو کې یا نورو هیوادونو کې همسایه هیوادونو کې دا بېله یو پوهنځی ده چې هغوی درس ورکوله کېږي او هغوی هلته روزل کېږي. خو دلته خوشبختانه چې په افغانستان کې هم ځینې پوهنتونونه وکولی شوله چې د دې په ژورنالیزم کې نړیوال یعنی عامه اړیکې منځته راوړي او تر څو وکولی شي دغه برخه ته لږ پرمختګ ورکړي. نه ژورنالیزم یو دا نه ده چې تنه هغه خبر واوسي یو نفر راشي ګرداننده واوسي، نه. ژورنالیزم ډېرې برخې لري چې د هغې یو مهمه برخه اړیکې دي. که چېرته موږ ښه اړیکې ونه لرو موږ نشو کولی چې پرمختګ وکړو، موږ نشو کولی چې ښه اطلاعاتي وکړو. نو په ټولیزه کې اړیکې ډېرې مهمه دي او دغه پوهنځی چې دغه رشته چې منځته راغلی ده دغه ضرورتونو د منځه راوتې ده او جوړه شوې ده. نو اړینه ده چې باید یو خاص قدر ولري دغه چې وکولی شي په دغه برخه کې پرمختګ وکړي او مخکې ولاړ شي. خب بانوی محترم شما برای ما بگوین که چی انگیزه و دلیل باعث شد که شما بیاین و دیپارتمنت ارتباطات را انتخاب بکنین؟ به نظر من امروز ارتباطات جزء لاینفک زندگی انسان ها به شمار میره. ما گفته میتونیم که ارتباطات امان خون است که بر بدن یک سازمان زندگی میبخشه. زمان که ما دانش آموخته ژورنالیسم و ارتباطات بودیم و از سمستر شش ما رشته بندی شدیم، ما بخش ارتباطات انتخاب کردم چون امروز اشخاصی که در رشته ژورنالیسم علم فرا میگیرن به این نظر هستن که مشهور شدن یا مشهور شدن فقط از طریق به تصویر ظاهر شدن امکان داره، در حال که ما در حوزه ارتباطات با او اندازه پیشرفت نکردیم که بتانیم مشکلات بسیاری را حل کنیم. مثلا امروز انجمنایی هستن که نیاز به دارن که یک شخصی که در رشته ارتباطات تخصص داشته باشه به پیشرفت او بپردازه. ما انجمن Association Women in Communication یا انجمن نقش زنان در ارتباطات یک انجمن است که در بخش فیلمسازی، سینما یا همچنان تولیدات کار میکنه که بنابر نبود کسی که در رشته ارتباطات، حوزه ارتباطات تخصص داشته باشه از فعالیت باز مانده. ما به می خاطر حوزه ارتباطات انتخاب کردم چون بتانم بر کسایی که به پشت سر ما هستن یک راه را باز کنم به خاطر که بتانیم هرچی خوبتر به امو ارتباطات یا به هرچی به شکل درستش بتانیم که به شکل تخصصی ارتباطات در یک سازمان برقرار کنیم. بسیار عالی. خب جناب استاد میشه شما بگوین که در سمستر که گذشت شما شخصا کدام فعالیت ها و برنامه را مد نظر گرفته بودین و خواستین که امو برنامه ها را عملی بسازین برای دیپارتمنت ارتباطات؟ سپاسگزار. ما پلان عملیاتی کاری مانه حدود یک ماه دو ماه قبل از شروع سمستر میسازیم، در اختیار دانشکده قرار میدیم، اونا تاییدش میکنن، نظر و پیشنهاد که داشتن اضافه میشه. سمستر خزانی که گذشت در خزانی سال 1398 ما حدودی از 10 برنامه هم اضافه تر برگزار کردیم. برنامه های ما سمینارهای علمی دانشجویی بودن که دانشجویی در رأس قرار داشتن، با ابتکار و با خلاقیت خودشان برگزار شد. سیر علمی داشتیم، یک دو تا صنف مانما و نهادهای روابط عمومی بردیم. اونجا چرخه اطلاعات از یک دست نهادی روابط عمومی در یک سازمان است و اونا دانشجوهامان خدمتشان فرستاده شد، اونا از تمام برنامه‌هاشان، چگونگی کارشان، چگونگی روابط برقرار کردن با افرادی که در بیرون از سازمان قرار دارن با دانشجوها اطلاعاتشان شریک کردن. ما نشست خبری برگزار کردیم. یکی از اوزای کاری ما در دپارتمنت ارتباطات جمعی آموزش و تربیت کادرهای متخصص به عنوان سخنگو است که میتونه در ادارات دولتی یا خصوصی اینا درگیر فعالیت باشن. نشست‌های خبری ما برای دانشجویان آموزش میداد که اینا پس از فراغت قادر میشوند در ادارات دولتی یا خصوصی به عنوان سخنگو استخدام شوند. همین گونه ما مناظره دانشجویی را برگزار کردیم که جمعی از دانشجویان به عنوان مجری و میمانی برنامه یا کارشناس های مطبوعاتی از آدرس نهادهای مختلف به گونه تمثیلی برنامه اجرا شد. اونا حدودی یک هفته دو هفته آمادگی گرفتن روی سوژه‌های بسیار مناسب و سوژه‌ای که به زندگی روزمره ما در افغانستان ارتباط مطلق داشت.
پس از آمادگی برنامه شان اونا آمدن در حضور جمعی از دانشجوی دیگر ژورنالیسم و استادها و هیئت رهبری دانشکده و دانشگاه برنامه را اجرا کردن و با سمستر بعدی هم که به آوری 1399 میشه ما برنامه متنوی تر در نظر داریم برگزار بکنیم برای ارتقای ظرفیت دانشجویان. بله، خب شما به عنوان کسی که دانشجو بودین و تحصیلاتان را به اتمام رساندین، به نظر خودتان برنامه ها و فعالیت هایی را که جناب استاد یادآوری کردن، خودتان شخصا چی یعنی تانستین که به دست بیارین؟ به نظرتان آیا برنامه ها و فعالیت هایی که جناب استاد یادآوری کردن توانسته که بالای تمامی دانشجویان مؤثر تمام شود و علاقمندیشان بیشتر بسازه؟ دلته یو خبره ده کشیر ته منګو غړو چې ټول محصولین ته منګ یو رقم ته په یو سترګو غوړو غوته یو سیستم برابر کو. دلته ځین خلک دي چې غوی اصلا نه غړي چې هغه څه چې معیار د پانتون دغه څه معیار چې د علمي زده کړو د لوړ زده کړو وزارت دا سره پرمایان بغ سره برابر مختلف شي، په دې چې غوی هغه څه فکر چې لري هغه نشي کولای په هغه مختلف شي. مثلا غوی یو بل څه کې استعداد لري خو دلته یا د کورنۍ د خونې خپل دوی ځان سره دا پزان ته پلی دی چې راشه ژورنالیزم وای او مخ کلار شي. نو دلته بیا زین ستونز من سره چې غوی کچیر ته پانتون هم د دې نه خې برنامه جوړی کی وغوی نشي کوله چې هغه مختوی سي. بیر تر اغل دلته چې موږ د پانتون برنامه څومره موثره ولی تر ډیره هده دوی هغه برنامه جوړی کړی دی، هغه عملی برنامه جوړی کړی دی چې نن ورځ په بازار کې هغه مخته دی او بازار په موږ چلیږي. مثلا موږ ډیر برنامه جوړ کړل یا ولا یو کانفرنس پرنس کانفرنس سره کوم ته وړاندې کولای شي، یو خبري غونډه سره کوم ته بیت مخکلار شي. مثلا یو څوک وایي چې هغه به سره کوم ته خبري وکوي. موږ دا درلودل چې موږ ډیره ښه نتیجه ته واخیستل ځین هغه کسان چې پکې ګډون کړي او غوي کوراتون کې هغه مرحله ته ورسیږي. نو دا زه باور لرم چې خو ستونزه نه شي نه پیدا کوي. یو دا وبل دا وای چې دلته موږ یو بحث جوړ کړی و، بحثونه هم سیاسي جوړ کړی و چې په هغې کې هم یو علمي بحثونه ول چې که په هغې کې هغه محصلینو چې ګډون کړی د هغوی نه مثبت انرژي ترې اخیستې، د هغوی هغه مثبت ټکي هغه نقطې چې دوی ضعف درلودلې هغه پیدا کړي دي، په هغو باندې کار کوي چې دوی مخکې لاړ شي او هغه په راتلونکي کې هغې کې دوی بند رانه شي. نو دلته د دوی برنامې ډېرې ښې ولې او تر ډېره حدې محصلینو ته دې زمینه برابره کړي چې دوی عملي کار وکوي. خو هغه کسان چې هغوی بیا خپله کار نه ده کړی هغه بیا هغوی خپله ګرم دي. دا او بل یوه هیله یوه یعنی د یو هیلې په حیث موږ دا هیله لرو دغه کارونه چې دوی کړي ډېر ښه یې کړي دي، یعنې د ډېرو پوهنتونونو د ډېرو علمي بنسټونو نه دوی خط مخکې تللي دي او دا هیله لرو چې د دې نه هم دوی ښې برنامې جوړې کړي او محصلینو ته یې دې نه لا ډېر وخت ورکړي تر څو وکولی شي هغه قدر هغه تخصص چې بازار ورته ضرورت لري، جامعه ورته ضرورت لري، دوی وکولی شي هغه قدر هغه تخصص ور وړاندې کړي تر څو موږ دغه بحران کې چې ما وجود لرو یعنی موږ قرار لرو چې موږ علمي ډېر یعنی د علم نه ډېر لرې پاتې یو، موږ تر اوسه داسې او اسناد داسې او شیانه لرو چې موږ په هغې وکولی شو چې موږ مخکې لاړ شو. نو موږ د علم نه وروسته پاتې یو. نو همدغه خصوصي یا دولتي پوهنتونونه دي، دولتي لوړو زده کړو بنسټونه دي چې دوی زمینه برابره دغه بحران کې چې موږ دغه بحران نه وځو، یو نوی پړاو ته لاړ شو، یو نوې پایلې ته لاړ شو، یو نوې نتیجه موږ ځان سره لاسته راوړو. بله، تشکر از شما. حالا هم میریم طرف یک وقفه کوتاه، دوباره برمیگردیم با مهمان بعدی، ما را همراهی کنیم. دوباره خوش آمدین به ادامه برنامه ویژه، برنامه که باسم امروز در خدمت شما هستیم و قسمی که برای شما وعده کردم یک دانش آموخته دیگر با خود داریم و از شما میخواییم یک پرسش را در آغاز داشته باشیم. میشه شما بانوی عزیز بر ما بگوین طبعا هر شخص قبل از اینکه دوره تحصیلی خود را آغاز بکنه رویاهای علمی را داره که میخواهد که او رویاهایش به واقعیت مبدل شود. پس چقدر دانشگاه رنا و بخصوص دانشکده ژورنالیسم در این عرصه میتونه که شما را کمک بکنه؟ در نخست سلام خدمت شما و جناب استاد. در رابطه با رویاهایم که اگر بخوایم بگویم
من پیش از اینکه بدان وارد دانشگاه شوم از خود آرزو داشتم و همچنان یک هدفی داشتم که میخواستم به او هدف برسم. مراجعه به دانشگاه رنا کردم که امروزه در رشته ژورنالیسم به خصوص رشته ارتباطات که یک رشته خیلی مهم و همچنان جامعه نیازمند از او است او را به پایان رسانیدم و خودم در یکی از رسانه ها نیز فعالیت دارم. به خصوص این رشته خیلی تاثیرگذار بالایم بود دانشگاه رنا که بیشترین فرصت ها و همچنان بر من فراهم کرد تا متانستم امین رشته ای را که علاقمندش هستم و بر رویایی که میخواستم برسم. بسیار عالی. خب جناب استاد میشه شما برام بگوین یک دانشجو یا کسی که میخواهه این رشته را تازه آغاز بکنه کدام استعداد و کدام خصوصیات را باید داشته باشه که بتونه یک دانشجوی خیلی ها موفق باشه و مظهر خدمت باشه؟ ما برای دانشجو همان اکثرا پیشنهاد کردیم، از اونا خواهش کردیم شخصا من روز اول که در صنف درس داشته باشم از اونا میپرسم که ژورنالیسم آگاهانه انتخاب کردین یا اینکه کسی از اعضای خانواده شما را فرستاده تا این خبر نگاشه. بخصوص دانشجوهای ما که سمستر 6 تکمیل میشه میرن به سمت سمستر 7 تا 8، اونجا ما دو تا دپارتمنت که داریم، از اونا خواسته میشه که شما اگر آگاهانه عاقلانه دپارتمنت ارتباطات جمعی را انتخاب کردین باید پیش شرطهاش را بپذیرین. یکی از پیش شرطهای اساسیش داشتن علاقه در کنارش مطالعه است. ما دپارتمنت ارتباطات جمعی را مطالعه را در ردیف علاقه قرار میدیم. اونایی که دوست دارن سخنگو شون، اونایی که دوست دارن ویراستار شون، یک نویسنده خوبی تحلیلی تبلیغی شون، کسی باشن که مسئولیت روابط عمومی را در یک سازمان به دوش داشته باشن، اینا باید مطالعه عمقی داشته باشن در حوزه خودشان. کتابای فراوانی در این حوزه نوشته شده از اروپایی ها، امریکایی ها که اکثرا توسط ایرانی ها به زبان فارسی ترجمه شده و منابع در اختیار ما قرار دارن. ما برنامه‌های عملی برگزار میکنیم برای دانشجویان. از اونا خواهش میکنیم که شما اول مطالعاتتون رو به شکل تئوریک تکمیل و تمام بکنین، سپس ما برنامه‌های تقویتی رو به شکل پرکتیک در اختیار شما قرار میدیم. تمام امکانات فراهم شده، شما میتونیم که پس از فراغت در نهاد و سازمان که استخدام میشوین به عنوان یک کادر متخصص فعالیت بکنید. بله. خب بانوی عزیز می شما بگوین، صادقانه البته بر ما بگوین که رضایتتان از تمامی برنامه هایی که دانشکده ژورنالیسم بر کسایی که این دانشگاه انتخاب میکنن، طبعا که برنامه های عملی را هم و برنامه های خیلی زیادی را روی دست می داشته باشه، شما چقدر رضایت دارین و همچنان کسایی که تازه می خواهین که این بخش را انتخاب بکنن، آیا دانشگاه رنا میتونه که بهترین مکان و جای برای اونا باشه یا خیر؟ ما اگر صادقانه بگویم واقعا جایی برای پیدا کردن خود و همچنان برای رویه های خود رنا است. تا جایی که معلومات دارم بیشتر دانشگاه هایی هستند که ژورنالیسم درس میتن و همچنان در پهلوی زو شاید بعض برنامه ها داشته باشه یا نداشته باشه، اما دانشگاه رنا که است با وجود از اینکه بخش دانشکده ژورنالیسم هم به طور عملی درس میده و هم به طور نظری درس میده و ما در این بخش برنامه های زیادی را داشتیم و بالای از او کار میکردیم که تا دانشجویان بتانند در عرصه های مختلف مثل گردانندگی، بخش نویسندگی و بخش های برگزاری برنامه که چه قسم یک برنامه را طرح میکنیم خیلی خوب برای ما یاد میدن. بدون از این بخش ها هم دانشگاه رنا بیشترین فرصت ها را برای شاگردان هایا میسازد تا ای که بتانن به مو ظرفیت هایی که دارن پی ببرن و همچنان او را بار سر بسازن و به جامعه تقدیم بکنن. مثلا میتونیم گفته که بخش مناظره هست و بخش های فناوری گردانندگی و فن گویندگی است. اینها بخش هایی هستند که خود دانشگاه رنا با همکاری ارتباطات جمعی اینا رو برگزار میکنند تا شاگردانی که و یا محصلینی که بر رشته ژورنالیسم میان بتانند که مو ظرفیت هایی را که دارند و توانایی هایشان به نمایش بگذارند. که دانشگاه رنا یکی از موفق ترین دانشگاه در فکر کنم در افغانستان است که بیشترین و کاربردترین کار در عرصه علمی داره و همچنان بخش عملی. بله تشکر. خب جناب استاد باز هم از شما میخواییم یک پرسش داشته باشیم. یک شخص قبل از اینکه ای دانشکده انتخاب بکنه قبل از قبل کدام مطالعات و آمادگی های لازم را داشته باشه و بعداً آغاز بکنه؟ منظورتون دانشکده ژورنالیسم یا اینکه دپارتمنت ارتباطات جمعی؟
دپارتمنت ارتباطات. قبلا هم یادآور شدم که اونا که میخوان دپارتمنت ارتباطات جمعی را بخوانند پیش از پیش باید علاقمندی داشته باشند که ما پس از فراغت میخوایم در کدام یک از حوزه‌ها در سازمان ها مصروف کار شویم. زمانی که علاقمندیشان مشخص شد و نیاز بازار باید سنجیده شود که در بازار تراکم سخنگو به اندازه است که دیگه تا 10 سال دیگه بازار به ما نیاز نداره. پس من نیاز ندارم سخنگوی را دنبال بکنم یا بخش ویراستاری را یا بازاریابی را یا نویسندگی را. اونا پس از علاقمندیشان باید بازار را بسنجن، توانایی دارن، از استاداشان میتونن بر راحتی مشوره بگیرن، دوستایی که در بیرون دارن، بخصوص کسایی که در دانشکده ژورنالیسم فعالیت میکنن، اونا تمام وقتشان در اختیار دانشجو میتونن قرار بدن خیلی آزادانه و اونا مشوره هاشان شریک میکنن که بازار و سخنگو نیاز نداره، بازار و بازاریاب نیاز نداره، بازار و ویراستار نیاز نداره، لطفا در یک حوزه دیگه برین درس بخونید. پس از اینکه اونا معلوماتشان دریافت کردن، مطابق معلوماتشان نیازمندی بازار میتونن ارتباطات جمعی را انتخاب بکنن. بله. خب بانوی عزیز، شما کوتاه میشه برام یک خاطره که از دوره تحصیلیتون داشتین و هیچ وقت یادتون نمیره اون خاطره تون برام بگید؟ یکی از خاطرهای خیلی جالبم همین بود که ما زمانی که گپ میزدم همیشه چهره سرخ میشد و خیلی خوب نمیتونستم گپ بزنم و امی دانشگاه رنا برزی که کارهای عملی را بیشتر بر من فراهم کرد، تانستم که امروز خود را پیدا بکنم و در یکی از رسانه ها همچنان بخشهای را پیش ببرم. و یه خاطری جالبم که من خودم در صنف بیشتر همیشه کوشش میکردم که یعنی سیمینارهای بیشتری را بگرم و یگانه چیزی که هیچ وقت یاد من نمیره می بود که یکی از استادایی که بیشتر مرا تشویق میکنن، استاد نایل ابراهیمی و همچنان استاد عاقلی، این دو نفر کسایی هستند که بیشتر مرا تشویق میکنن و همیشه زمانی که در صنف برکس کارخانگی داده میشد، استاد نایل همیشه بیشترینش بر من میداد، چون با سر باور داشت و میفهمید که شاید بتوانم امو باورشان به حقیقت تبدیل بکنم و من خیلی از این بابت خرسند هستم که استاد بر من اعتماد داشت و خودم روز به روز این تشویق شده میرفت و من کار کرده میرفتم. یکی از خاطرهای جالبم بود. خب بالای همگی اعتماد داشتن یا فقط سر شما؟ نه، اعتماد داشتن بالای همگی خب داشتن، اما ای که کسی که بتونه اعتمادشان بالاتر ببره و همچنان تفاوت میانه دیگه شاگردها باشه، خب میخواست که ظرفیت ها را پیدا بکنه. بله. ظرفیت پیدا کردن در امی که مسئولیت گذاشتن بر یک فرد است. خب مسئولیت بر همگی داده میشه ولی بعضی هستن خوبتر او را پیش میبرن و بعضی ها هستن که او را به مو خوبترین بخشش نمیتونن برسانن. خب از جناب استاد محترم و همچنان بانوی ارجمند خیلی تشکری میکنیم که وقت خود را در اختیار ما گذاشتن و خواستن که چند لحظه ای که با ما هستن معلومات خوب خود را با ما و شما شریک بسازن. این بود برنامه امروز که تقدیم شما کردیم. تا برنامه های بعد شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. هر جایی که هستین لبخند به لب‌هایتان باشه و شاد و موفق باشین. رنا، شکوفایی استعدادها.